سلام، زهرا سروش هستم. برنامه لایف رو تقدیم حضورتون می کنم. مثل هر روز همراه متخصصینی هستیم که تجربیات و گفته ها و نقلیات خودشون رو در حقیقت در اختیار ما قرار میدن و ازش استفاده بکنیم. خانم دکتر فرجان زینی، پژوهشگر، نویسنده و روانشناس خوبمون رو داریم و در کنارمون امروز خانم دکتر میترا خرمشادی رو داریم که روان پزشک هستن و عضو، اگه اشتباه نکنم، امریکن نوروساینس، درست میگم خانم دکتر؟ عضو انجمن امریکن نوروساینس هستن و قراره که ما از تجربیاتشون در مورد به خصوص رابطه ژنتیک و استرس امروز استفاده بکنیم. در خدمتون هستم خانم دکتر فرجان زینی. و سلام به همه شما عزیزان، خوشحالم که دوباره در کنار هم هستیم. و خانم دکتر، اتفاقا داشتیم میگفتیم فکر میکنم که 7-8 سال هستش که من خانم دکتر رو ندیدم از موقعی که از کالیفرنیا رفتن، چه خیلی خیلی خوشحالیم که به این وسیله فرصتی شد که همدیگر رو دوباره ببینیم و صحبتی بکنیم راجع به استرس که خیلی خیلی با مسماس الان، خاطر اینه که مخصوصا به خاطر مسائل کووید 19 و اپیدمی که داره اتفاق میفته، بالاترین درجه استرسی رو که هر کسی تو دنیا میتونسته داشته باشه رو الان در حقیقت داره تجربه میکنه به خاطر شرایط. اتفاقا میخواستم بهتون بگم که جالبه برای من تو این هفته به خصوص، بعد از 6 یا 7 هفته که خیلی از کاپلا با هم دیگه توی یه دونه زیر سقف دارن زندگی میکنن، این هفته دیگه یواش یواش من دارم تلفن‌های اضطراری میگیرم که دیگه نمیشه. یعنی یه استرس به هر میگن بالا زده، کسانی که مسئله کاریشون، هی فکر میکنن کارشون از دست دادن، حالا از یه جای پول میگیرن و دارن سعی میکنن یک جوری بسازن، باز میبینیم دیگه بعد از 6 هفته استرسشون خیلی خیلی عمیق‌تر شده و فکر میکنم که شاید بتونیم که یه راهکاری هم در این برنامه کمکی حداقل بکنیم با دانشی که داریم. خانم دکتر، سلام عرض ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم سروش عزیز، سرکار خانم دکتر فرجان زینی. خوشحالم از اینکه امشب در کنار شما هستم و متشکرم و ممنون از دعوتتون. خواهش میکنم. من امروز داشتم در مورد استرس با خودم فکر میکردم، چون قرار بود در این برنامه صحبت بکنیم، بعد یه تجربه خودم تو ذهنم اومد که چه وقتایی مثلا منو استرس میگیره. بعضی وقتا از قضاوت دیگران دلهوره دارم، بعضی وقتا اون چه که هستم و دیگران متوجه نمیشن و در حقیقت استرس منو میگیره. بعضی وقتا اون چه که دیگران میبینن با اون چه که خودم میبینم متفاوته و خلاصه مسائلی داخل وجودم بعضی وقتا استرس به من میده، بعضی وقتا هم برمیگرده به گذشته، یعنی کارهایی که انجام ندادم. حالا میگم عذاب وجدان من استرس میده، مثلا زمانی که مادرم در قید حیات بوده من وقت براش شاید زیاد نذاشتم، زمانی که بهم گفته کنار من بشین ننشستم، و اینا به من بعضی وقتا استرس میده. فکر میکنم یه مسئله مشترکی بین همه ما آدما هست که تراژدیایی داریم که اینا به ما استرس میده، و خوشحالم که امروز در این مورد میخوایم صحبت بکنیم و رابطهش رو با ژنتیک متوجه بشیم. در خدمتتون هستم. سپاسگزار از محبتتون. نکته بسیار جالبی رو انگوش روش گذاشتین. خوشحال میشم اگر اطلاعاتی در این زمینه دارم در خدمتتون باشم و مطرح بکنم. در ارتباط با کلی ژنتیک داستان، خیلی قدیمیه در واقع شناختن کروموزوم ها و ژن ها، یک انتیته خیلی قدیمیه، خیلی ها راجبش میدونن و مینویسن و میخونن. اما چیزی که میخوام اضافه بر ژنتیک در واقع براش صحبت بکنم، اپیژنتیک هست که علم بسیار جدیدی هست و در تمام زمینه ها دست اندازی داشته و تونسته راهکارهای متفاوتی رو به تمام کسایی که در عرصه‌های متفاوت علم پیشتاز هستن مطرح بکنه. تفاوتی که بین ژنتیک و اپیژنتیک هست اینه که اگر ما ژنتیک رو به عنوان بلوپرینت یا نسخه اصلی هر چیزی در نظر بگیریم، یا فرض رو بر این بفرماییم که در مورد هاردویر یک کامپیوتر صحبت بکنیم، اون ژنتیکه که در واقع تشکیل شده از کروموزوم ها و بازهایی که در واقع توی اون کروموزوم ها وجود دارن.
اما اگر قرار باشه راجع به اپیژنتیک صحبت بکنیم، اپیژنتیک در واقع نشون دهنده اون سافت‌ویر اون کامپیوتر هست. شما زمانی که کامپیوتر دارین، اگر اپ‌های متفاوتی رو روی کامپیوترتون دانلود نداشته باشین و نکرده باشین، نمیتونین در واقع خیلی از کارهایی رو که باید انجام بدین انجام بدین و در واقع یک ایونت یا کانکلوژن اتفاق نمیفته. در ارتباط با اپیژنتیک، مهمترین مسئله‌ای که توجه آدم‌ها و در واقع پزشکا و دانشمندها رو جلب می‌کنه این هستش که ما می‌خونیم، می‌دونیم که بسیاری از بیماری‌ها در خانواده‌ها بسیار شایع. مثلا شما فرض بفرمایید که دیابت شایع و ممکنه مثلا 2 یا 3 نفر از اعضای خانواده مبتلا به دیابت بشن. اما چرا یه نفر دیگه از این همین اعضای خانواده با داشتن بانک ژنتیکی و اطلاعات ژنتیکی دچار دیابت نمیشه؟ چرا اگر دوتا خواهر در یک خانواده وجود دارن، یکی از این خواهرها مبتلا به کانسر یا تومور پستان میشه ولی اون یکی خواهره نمیشه؟ چرا یه بچه در یک خانواده ممکنه دچار ADHD یا ATSM بشه اما خواهر یا برادر اون مبتلا نمیشن؟ اینجاست که اپیژنتیک در واقع نقش خودش رو مطرح میکنه. ژنتیک الفابت یا حروف الفبای هستن که توی زبان هر ملیتی وجود دارن، ولی اپیژنتیک در واقع ترتیب این الفبا و اوردر در واقع این الفابت هستن. وقتی شما 32 تا الفابت داشته باشید، میتونین هزاران لغت، میلیون ها لغت بسازید و در واقع این اون چیزیه که در مورد اپیژنتیک در موردش صحبت میکنه. این تفاوت بین ژنتیک و اپیژنتیک هست و اپیژنتیک در 2 مقوله خیلی بزرگ جای خودش رو باز میکنه. یکی تغییراتی هستش که از دست من و شما خارجه، ما نمیتونیم اونا رو تغییر بدیم، irreversible هستن، مثل سنمون وقتی بالا میره ما نمیتونیم اونو پایین بکشیم، و یا اثنیسیتی ما، ملیت ما، نژاد ما، اینا دست ما نیستن، جندر ما، نوع جنسیت ما، اینها رو نمیتونیم تغییر بدیم. ولی خیلی چیزهای دیگه هستن در ارتباط با اپیژنتیک که ما میتونیم اونها رو تغییر بدیم، از جمله نوع تغذیه‌مون، نوع محیطی که توی زندگی میکنیم، میزان استرسمون، نوع سوشال هبیت هایی که داریم، الکل میخوریم یا نمیخوریم، سیگار میکشیم یا نمیکشیم، ورزش میکنیم یا نمیکنیم. اینا عواملی هستن که در واقع تغییرشون امکان پذیره با سیستم اپیژنتیک، و استرس یکی از اونا هستش. دکتری که اشاره فرمودیم که چرا من دچار استرس میشم و چطوری میتونم استرس رو هندل کنم، میتونه ربطی به اپیژنتیک داشته باشه. درسته. خانم دکتر فوجان زینی، من فکر میکنم با توجه به صحبتهای خانم دکتر میترای عزیزمون، این علم داره در حقیقت روان پزشکی رو وصل میکنه به روان شناسی، چون که یه زمانی دنیای روان پزشکی فقط نسخه مینوشتن و دارویی رو تجویز میکردن برای بیماران، ولی الان میبینیم که دست گذاشته دنیای روان پزشکی و روان شناسی روی رفتارها، و این خبر خوشی میتونه باشه برای انسانیت. درسته؟ این دو علم همیشه در کنار هم بوده، هیچ وقت از هم دیگه جدا نبوده، فقط هر کسی تخصصش رو در یک قسمتی در حقیقت میگذاشته، و اکثر روانپزشکان تخصصشون رو، دکتر بیشتر میتونه راجع به این صحبت کنن، ولی تخصصشون رو در یه مقدار زیادی تحقیقات و دارو درمانی انجام میدادن، در حالی که خب بقیه گروه روانشناسان بیشتر توی گفتار درمانی و رفتار درمانی انجام میدادن. ولی خب چون بیسش از یک فضا میاد، حتی زمانی که از طرف مدیکال دارن نگاه میکنن اون مباحث هست، فقط وقتی که با یک بیمار نشستن، بعضی از روانپزشکا دوست دارن که قسمت روانشناسی رو هم انجام بدن، بعضی ها بیشتر دوست دارن که برن تو قسمت دارو درمانی. یکی از صحبتایی رو که داشتین میکردین خانم دکتر، من برام این سوال پیش اومد که الان میبینیم که وقتی که راجع به کرونا ویروس صحبت میکنیم، میبینیم که افریکن امریکنز، کسایی که سیاه پوستای امریکایی، بیشتر از سفید پوست ها در حقیقت دارن آمار گرفتن این بیماری رو دارن و مرگ رو دارن، و یا قسمتی رو که نگاه میکنیم حتی به زنها نسبت به مردها، میبینیم که افسردگی زنان همیشه بالاتر بوده، 2 بار
میدونیم دو برابر، بعضی جاها چهار برابر، و حتی قبل از کووید و بعد از کووید که یه مقدار این سروی ها رو آمارا رو گرفتن، باز میبینن که این همین مقدار افسردگی بانوان خیلی خیلی بالاتر رفته، کما اینی که همیشه نشون داده. آیا این هم ربطی به اپیژنتیک داره، یا اینی که باز میتونه ربط پیدا کنه به مسائل انوایرمنتال و شرایطی که به هر صورت زنان باید بالا پایین برن و تحمل بکنن، یا اینی که میگفتن برای کسانی که سیاه‌پوست هستن فرزند به خاطر شرایطشون که در کارهایی هستن که بیشتر باید با انسانهای دیگه رفت آمد بکنن دارن این رو بیشتر میگیرن، یا اینی که نه کامبینیشنی از اپیژنتیک و انوایرمنت، یا اینی که میتونه اپیژنتیک باشه. نکته جالبی رو اشاره فرمودین سرکار خانم دکتر. اون قسمت رو که در ارتباط با اسمیسیتی یک گروهی در واقع مطرح کردین، افریکن امریکن یا یوروپین، اون برمیگرده به اپیژنتیک و خیلی از اسمیسیتی ها بیماری های مربوط به خودشونو دارن. African American people کوموربیدیتی ها و یا بیماری های زمینه خاصی رو دارن که از یک نسل به یک نسل دیگه انتقال میدن. همونطور که فرمودین هم ژنتیک و اپیژنتیک و هم محیط میتونه در بروز این بیماری ها مؤثر باشه. اما نکته جالب این هستش که اپیژنتیک فقط متخصص و مخصوص به یک نسل نمیشه. اطلاعات ژنتیکی از یک نسل به یک نسل دیگه میتونه انتقال پیدا بکنه و این در واقع اون قسمت فاسینیتینگ و جالب اپیژنتیک هست. برای اینکه نکته ای رو که در مورد خانم ها مطرح کردیم و گفتیم که خانم ها بیشتر دچار استرس میشن، به دلیل پالس هایی هستش که خانم ها بیشتر میگیرن. اگر نورون های مغزی یک خانم رو با نورون های مغزی یک آقا مقایسه بکنیم، متوجه میشیم که هر واحد سلول مغزی یک خانم تعداد شبکه های سلولی که با نورون مقابل خودش میسازه بی نهایته. دقیقا مثل شاخه های درخت در هم تنیده هستن نورون های یک خانم. اما نورون های آقایون معمولا یه نورون با یه نورون دیگه یک کانکشن برقرار میکنه، یا مکسیموم یه نورون میتونه با دو تا نورون در واقع ارتباط برقرار بکنه. نوع ارتباط و کانکشن و نوع اتصالی که نورون ها با هم دیگه دارن در جنس ها با هم فرق میکنه و این تفاوتش باعث میشه که چقدر این پالس رو بتونه دریافت بکنه. همونجور که حضور ذهن دارین خانم دکتر، میدونی که خانم ها خیلی از موارد مولتی تاسک هستن، میتونن کارهای متفاوتی رو در زمانهای متفاوت انجام بدن با آوتکام های های استاندرد، اما آقایون این در واقع کپاسیتی یا این ظرفیت رو ندارن. فقط به دلیل اون ساختار کانکشن مغزی هستش که نورون های اینها با هم دیگه میسازه و این هم ژنتیک رو تعریف میکنه و هم اپیژنتیک رو در واقع تعریف میکنه. به انضمام این که اِوولوشن باعث شده که همیشه زنها به دلیل تیکر کردن و مواظبت کردن و مراقبت کردن از بچه هاشون یه هایپر ویجیلنس خاصی رو داشته باشن، یک دقت و یک نظارت خاصی رو روی سیستم داشته باشن، و به این دلیل وقتی ما به اندازه بیش از اندازه ایمپالس دریافت میکنیم، باید بتونیم این ایمپالس ها رو در واقع ریگولیت کنیم و ترجمه کنیم و تفسیر کنیم، و این همه در واقع امواج آمدن و رفتن باعث میشه که خوب سنسیتیو باشیم و به انضمام در واقع تغییرات هورمونی که در خانم ها اتفاق میفته دیپرشن یه مقدار شایع تر باشه. من دارم فکر میکنم با صحبت های شما دوتا عزیز که خیلی از تکلیف ها پس روشن هست و روشن میشه با وجود و حضور این علم. یعنی وقتی که مغز یا حالا کارهایی که انجام میشه و دیده میشه، یه زمانی اینا رو نمیتونستن ببینن ولی الان که دیده میشه، پس بنابراین میشه با تغییر این مسائلی که در مغز هست یا در بدن هست رفتارها رو هم تغییر داد یا برعکس. یعنی این دوتا همونجوری که خانم دکتر پوژانزنی گفتن تکلیف بشر مشخص میشه، هم هاردورش که فرمودید سافتور اینا همه مشخصه، پس بنابراین آسان‌تر میشه بیماری ها رو درمان کرد. مثلا یه زمانی برای افسردگی اگر 3 سال طول میکشیده، الان با دونستن این علم ها خیلی زمان کوتاه‌تر میشه. اینطور نیست؟
متاسفانه هنوز که هنوزه تکلیف این افسردگی رو متوجه نشدن، به خاطر اینی که دائم با اینی که انتی دیپرسنت ها مقدارش و تنوعش داره زیادتر میشه، به نظر میاد که آمار افسردگی هم هر روز در دنیا هنوز داره بالاتر میره. اینی که از کجا میاد رو خب خیلی دلایل مختلفی هست که داره میاد، ولی عملا نتونسته هنوز علم روانشناسی روان پزشکی کلن بتونه که افسردگی رو باهاش کلنجار بره، چون میبینیم به دلایل مختلف، حالا بعضیش اگزیستنشاله، بعضیش ارتباط شرایطی، بعضیش هم مدیکال داره این اتفاق میفته. ولی حرفی که شما زدید خانم سروش، به نظر من یه قسمتی رو که میبینیم و بین صحبت شما و خانم دکتر و صحبتهای فلسفی که میشه که آیا ماها فری ویل داریم یا اینی که حق انتخاب داریم و اصلا فری ویل وجود داره با اینی که ساخته میشیم، مثلا همین صحبتی که ایشون میکردن که زن و مرد به هر صورت در یک شرایطی متفاوت دارن ساخته میشن و در اون ساخته شدن متفاوتشون یک سری مسائل جبر و اختیار باهاشون میاد. یعنی وقتی که زن قراره که بچه دار بشه یه سری چیزا با جبر باهاش میاد و مگه مرد یه سری چیزا باهاش میاد و اون چه مقداریه که ممکنه هیچ کدوممون فری ویل به حالتی که هر چی دلم بخواد من میتونم تغییر بدم، منم که تصمیم میگیرم برای همه چی، یه مقدار افسانه وار باشه، ولی در کنارش هم خیلی موارد هست که من میتونم که کاری براش انجام بدم و انتخاب‌های صحیح رو در زندگی بکنم که حتی باعث بشه که اگر ژنی هستش که قراره برای منی که فرضاً یک زن به خصوصی هستم، ایرانی هستم و و و پدر مادری دارم که دیابتیک داشتن و همه اینا و قاعدتاً قراره این تاریخچه به من لطف بکنه با خیلی از این مسائل، ولی با انتخابایی که میکنم شاید اون تاریخچه رو به آینده نبرم. یعنی تا یک حدی حق انتخاب منه و تا یه حدی هم همینی که هست دیگه. درست میفهمید. یه سوالی که الان برای من پیش اومد این که اولا در دنیای پزشکی و روان پزشکی و روانشناسی فکر کنم یکی این دو قلوها خیلی کمک کردن، همیشه یکی موشا. اینا اگه نبودن تحقیقات یکمی ناقص میموند. حالا آیا برای دو قلوهای تقریبا همسان هم این قضایایی که میگین مصداق داره، یعنی ثابت شده خانم؟ نکته بسیار زیبایی رو اشاره فرمودین. دو قلوها در واقع بلوپرینت ژنتیکیشون یکی هست، 50% از پدرشون و 50% از مادرشون اون بلوپرینت یا اون خمیر اولیه یا خمیر خام رو در واقع دریافت میکنن. اما متوجه میشیم که دوتا دو قلو در یه خانواده به دنیا میان، رشد میکنن، ولی آوتکام های اینها زمانی که به سنین بلوغ میرسن و یا به ادالتهود میرسن و بالغ میشن کاملا متفاوته. خواسته هاشون متفاوت میشه، انگیزه هاشون متفاوت میشه، نوع رفتارشون متفاوت میشه و این نشأت گرفته از این هستش که یک سری فاکتورهای دیگه اینجا وجود داره و این در واقع همون اپیژنتیکه، محیط ماست، تربیت ماست، تغذیه ماست و عواملی که میتونه، به قول خانم دکتر فوجان زینی خیلی قشنگ توضیح دادن که من میتونم این رو تغییر بدم یا نمیتونم تغییر بدم. بنابراین ما اون بلوپرینت اولیه رو داریم، ولی این که چه چیزی در واقع منیفست بکنه، ظهور پیدا کنه و دیولوپ پیدا بکنه خیلیش دست ما هست و ما خیلی از کارها رو میتونیم در واقع انجام بدیم. من یه داستانی رو خدمتتون بگم. در واقع یکی از دو قلوهایی که با هم دیگه در واقع بررسیشون میکردن متوجه شدن که یکی از این دو قلوها استریته، یعنی اینکه ارتباطش با جنس مخالف میتونه برقرار بکنه، اما اون یکی در واقع هوموسکسوالیتی پیدا میکنه. یعنی میخوام بگم حتی نیازهای سکشوال آدم ها با اون بلوپرینت اولیه ممکنه نخونه. اینقدر تفاوت دیده میشه که بعضی وقت آدم حیرون میمونه که چقدر دنیای تفاوت و دانش میتونه پدیده های متفاوت رو به وجود بیاره. اما خبر خوب یا جالبش این هستش که اپیژنتیک انتقال پیدا میکنه، از یک نسل به یک نسل دیگه انتقال پیدا میکنه و اگر خانومی باردار هست و تمام استرس رو در واقع به خودش میکشه، باید متوجه باشه که این استرس نه فقط روی بدن خودش بلکه روی بدن نسل آینده یا جنینی که در واقع داره کری میکنه یا حمل میکنه
این میتونه تاثیرگذار باشه. و مثالی که شما زدین، البته نمیخوام این رو در مورد انسان پیاده بکنم، ولی در مورد موش ها متوجه شدن که اگر یک نسل یا یک جنریشن از موش ها رو تحت استرس قرار بدن، جنریشن بعدی با آسانه کمتری با همون استرس جواب مساوی میده. و اگر به نسل سوم بریم، اون نسل سوم با آسانه باز کمتر به اون استرس جواب میده. پس این نشون دهنده این هستش که اگر ما این استرس ها رو درون خودمون انباشته بکنیم و براش کاری انجام ندیم یا به فکرش نباشیم، جنریشن بعدی در سن کمتر با میزان استرس کمتر واکنش نشون میده و جنریشن بعدی باز با سن کمتر و با میزان استرس کمتر. و این علامت خوبی نیست و ما باید حتما حواسمون باشه و بدونیم که داریم با خودمون و با نسل‌های آیندهمون چیکار می‌کنیم. واو، پس دوباره میریم حالا تو دنیای روانشناسی که پس چقدر میتونه کمک کنه وقتی یه مشکلی داریم، افسردگی، استرس، نگیم همینه که هست، وقتی مراجعه بکنیم به روانشناس و کمک بگیریم و دور بزنیم در حقیقت و رفتارمون رو تغییر بدیم، چقدر میتونه برای خودمون، اطرافیانمون و نسل آینده خوب باشه. دقیقا همینطوره که میفرمایین، یعنی اینی که هر کدوم ما یه مقدار زیادی یاد بگیریم که چجوری هم به خودمون رسیدگی کنیم، همینی که چجوری رهایی از احساساتمون رو یاد بگیریم، چون ما استرس رو تو دو بخش میفهمیم دیگه. یکی از مدل احساساتی که برامون جریحه دار میشه و شروع میکنه تمام بدن ما رو گرفتن، و بعد اون تأثیری که اون استرس و اون احساسات روی بدن ما میذاره. این دو قسمته که به دفعه از نظر نتیجه ما متوجه میشیم که یه چیزی استرس داره. حالا مسائل خیلی زیبایی هم میتونه رو ما استرس بذاره، مثل عروسی یا ایونت درست کردن، مهمونی دادن، ولی چون معمولا داریم نگاه میکنیم به اونها و اسوسییشن و ربط مثبت بهشون میدیم، خیلی موقع اون استرس ها رو به جونم میخریم. مثلا دانشگاه رفتن، کار به جدید پیدا کردن، رشد، همه اینا استرس میاره، ولی چون اسوسییت شده و رفت پیدا کرده با موارد مثبت، هم به جون میخریم هم چون پاداشش رو داریم میگیریم میتونیم با اینا کار کنیم. ولی یه چیز خیلی عالی هم وقتی که شما صبح تا شب حتی اونو داشته باشین و سیستمتون تو اون استرس بره، با این حال داره براتون بیماری میاره. نگاه کردن به این دوتا فاکتور که چقدر این احساسات روی بدن داره تاثیر میذاره و چقدر بتونیم هر کدوم ماها زمانهایی رو بذاریم که این استرس رو از بدن رها بکنیم، اون احساسات رو رها بکنیم، کمک میکنه که بتونیم یه تعادلی در حقیقت به زندگیمون بدیم و بریم جلو، که اون تعادل دادن زندگی ما رو در حقیقت بهتر میکنه. برای زندگی ما از تعادل بره بیرون، فکر میکنم که مریضی ها در کنار شروع میکنه اومدن هر جایی که حساس تر باشیم در حقیقت. این اپیژنتیک آیا میتونه کمک کنه به این که مثلا درصدا رو تغییر بده؟ یه زمانی مثلا میگفتن که 50%، حالا 40-50% قضیه مثلا استرس و خشم و عصبانیت و بد اخلاقی و خوش اخلاقی توی ژنه. آیا اینا میتونه درصدا رو کم بکنه این علم یا روانشناسی کلن؟ کاملا همینطور هستش. وقتی که ما بدونیم که بیس یه چیزی تعیین کننده آوتکام یا نتیجه اون نخواهد بود و فاکتورهای دیگه وجود دارن و حتما مؤثر در این سیستم خواهد بود، دفنیتلی میزان ژنتیک کاهش پیدا میکنه و اپیژنتیکه که اینجا نقش پیدا میکنه. اپیژنتیک الان در تمامی بیماری ها مطرح میشه، از کانسر گرفته تا بیماری های در واقع اوتوایمیون مثل لوپوس، SLE، اینها به اضافه مسائل تربیتی. چرا اگر میگفتن فلانی پدرش عصبیه، بچهش هم ممکنه عصبی بشه؟ در واقع یه جوری نشون میده که میتونه این اطلاعات ژنتیکی، این خزانه اطلاعاتی از یک نسل به یک نسل دیگه انتقال داده بشه. ولی همونطور که گفتم، خبر بد این هستش که اگر ما مراقب نباشیم، این آسانه کم 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 پایین میاد و با میزان کمی از استرس اون وقت واکنش‌های رفتاری رو ما خواهیم داشت. حتی در مورد تفاوت بین دخترها و پسرها متوجه شدن که دخترها های فانکشنال هستن و پسرها کمتر فانکشنال دارن، نه از جهت مانیفستیشن های اجتماعیشون، از جهت مانیفستیشن های ژنتیکیشون، از نظر شناخت ژنتیکیشون. همونجور که
حضور ذهن دارید، خانم ها دوچار دو تا، یعنی در واقع دو تا کروموزوم اکس رو دارن که این دو تا کروموزوم اکس همدیگر رو کاور میکنن، از نظر طول، اندازه، شکل، همه چیشون شبیه به همدیگه هست، ولی آقایون یه دونه کروموزوم اکس دارن و یه دونه کروموزوم ایگرگ دارن یا وای دارن، و این کروموزوم ایگرگ یا وای در واقع قدش کوتاه‌تره، نوع اطلاعات ژنتیکی هم که روی کروموزوم وای قرار گرفته کاملا متفاوت با کروموزوم ایکس هستش. بنابراین پسرها نوع بیماری هایی رو که نشون میدن، دیولوپ میکنن، منیفست میکنن، خیلی خیلی متفاوته. یه زمانی متوجه میشدن که مثلا چرا آتیزم توی پسرها بیشتر دیده میشه، آیا واقعا ارتباط با کروموزوم وای داره یا عوامل دیگه ای باعث میشه که آتیزم در بچه ها، در پسر بچه ها اینقدر شایع باشه. متوجه شدن که پسرها فانکشنال کمتر هستن، بنابراین زودتر به پزشک و روان پزشک و روانشناس مراجعه میکنن، اما دخترها های فانکشن هستن، بهتر تو سوسایتی خودشون رو در واقع عرضه میکنن و نشون میدن و کمتر ممکن هستش که به پزشک و روان پزشک مراجعه بکنن. این به این دلیل هستش که ما یه اسپکتروم برای آتیزم داریم و میبینیم رنج 70 مدل 80 مدل نوع آتیزم میتونه وجود داشته، از نوع بسیار بسیار خفیفش تا از نوع بسیار بسیار شدیدش. ولی جالبی این مطالب این هستش که همه اینا تو هم تنجل شدن، تنیده شدن و به هم دیگه ارتباط دارن و اصلا نمیشه یک فاکتور رو در واقع مسئول و مؤثر در بروز یک واقعه دونست. این خبرهایی که من دارم میشنوم و بینندگان عزیزمون، هم خبرهای خوب توش میبینیم، هم خبرهای دلهره آور میبینیم، ولی روی هم رفته ما میخوایم پیغام قشنگی از طریق این برنامه هم برای عزیزانمون داشته باشیم که این علم در آینده چه کمکی میتونه بهمون بکنه و در علم روانشناسی هم همینطور این خبرهای خوش رو این دو جمع‌بندی کنیم و بشنویم از طرف شما دوتا عزیز که این دوتا دنیا واقعا چطور میتونه کمک بشریت در آینده نزدیک باشه. من فکر کنم علم روانشناسی در خیلی از شرایط داره تغییر پیدا میکنه و الان علم کاگنیتیو ساینسز انقدر رو داره قوی میشه و بسیار بسیار دارن روش دقت میکنن که چه چیزهایی رو میتونن به وجود بیارن و بعد من فکر کنم با دستگاه‌هایی که داره میاد خیلی خیلی جالبه اتفاقایی که داره میفته و علم روانشناسی من فکر کنم تو 10 سال دیگه کاملا متفاوت خواهد بود از اینی که هست. خیلی خیلی داره بیشتر میره به طرف بیولوژیکال کانسپت. مثلا یه سیستمی بود داشتم من نگاه میکردم که مثل حالت نورو فیدبک ولی یکم متفاوت، که خود ویو برین رو میگرفتن و به خودش پس میدادن با نوت هایی که اون رو تبدیل میکردن به نوت های موسیقی و به خودش پس میدادن و خود مغز داشت رو شروع میکردش خودش رو بالانس کردن. و به نظر من تکنولوژی که قدیما ممکنه برای قسمت های بدن، مختلف بدن داشت به وجود میامد، در 10 سال آینده برای مغز که داره به وجود میاد کاملا علم روانشناسی رو، کاگنیتیو ساینس، روان پزشکی رو ممکن از یک جای به یک جای دیگه ببره. در نتیجه من خودم خیلی اکسایتدم راجع به تمام موارد جالبی که داره به وجود بیاد و هر روز بیشتر و بیشتر در حقیقت دارم یاد میگیرم. زمانمون هم تموم شده. در نتیجه خانم امریکن نوروساینس، خانم دکتر میترا عزیزمون، خودم شادی، چه فامیل قشنگی هم دارین، اصلا گفتنش آدمو شاد میکنه. میخواستم ببینم که در آینده نزدیک شما چه خبر خوشی دارین و جمع‌بندی کنیم و خداحافظی. چشم. خبر خوش من برای همه مردم این هستش که دانش داره پیشرفت میکنه، ولی power is not about the knowledge. Power is applying the knowledge. ما باید اون دانشی رو که میشنویم، میخونیم، برای زحمت میکشیم و دیگران برای زحمت میکشن و به ما ارائه میدن، اون رو apply کنیم، اون رو تو زندگیمون بیاریم و زندگی کنیم. خوشحال میشم از این که مردم متوجه بشن که هر پدیده‌ای در زندگی چندین وجه و چندین صورت و چندین بُعد داره و این ابعاد متفاوت بهشون کمک بکنه که تصویر زیباتر و جالبتری از کل واقعه داشته باشن. ما هر چقدر اطلاعاتمون بیشتر بشه، understanding و فهممون و درکمون از اتفاقا بیشتر بشه، متوجه بشیم که بسیاری از کارهایی که
نباید بکنیم چیا هستن و به جای اون بتونیم چیزایی رو قشنگتری رو سابستیتیوت کنیم، جانشین کنیم و زندگی بهتر و قشنگتری هم برای خودمون، هم برای اطرافیانمون و هم برای نسل‌های آیندهمون بسازیم. سپاسگزارم از هر دو شما عزیز، به امید شادی و زیبایی برای عزیزانمون. تا برنامه دیگه.